سلام توی این مدتی که گذشت یکی دو ماه گذشته مدل های مختلف ریزنینگ هوش مصنوعی مختلف ارائه شدن هر شرکتی اومد و مدل ریزنینگ خودش رو ارائه داد و خب همه این شرکت های میخواستم بگن که هوش مصنوعی ما عمل کرده بهتری داره و از این طور حقا. برای همین من تصمیم گرفتم که سه تا در واقع از هوش مصنوعی ها رو در کنار هم قرار بدم یه سری سوالات ازشون بپرسم و ببینیم که واقعا عملکردشون چطوریه و راستش بخواید این دفعه دومیه که من دارم این ویدیو رو میگیرم چون قصد من این بود که جمنای چت جی پی تی و دیپسیک رو با هم دیگه مقایسه کنم خب به خاطر اینکه هم دیپسیک نیاز به فیلتر شکن نداره همین که خب دیپسیک در موقع وقتی اومد خیلی سرصدا به پا کرد و همه میگفتن که خب هزینهای بهتری داره عملکرد خیلی خوبی داره و من تا وسط های کار هم رفتم اما متاسفانه خیلی از سوال که میپرسیدم رو سرورش بیزی بود و تمام سوال ها رو میجواب جواب میذاشت بنابراین دوباره دارم ویدیو رو ضبط میکنم و این بار جمنای چت و گراک رو با هم دیگه داریم مقایسه میکنیم و حالا با همدیگه دیگه میبینیم که عملکردشون چجوریه چند تا سوال ازشون میپرسم یه سری از سوالا که هم در واقع فارسی هم انگلیسی از سوالام سوالای ساده تری یه سریاشون که حالا نیاز به استدلال دارن اما سال خیلی پیچیده نیستن و یکی دو تا سوال هم مربوط به آزمون استعداد تحصیلی دکترا ایران هست که فکر کردم خوبه اونها رو هم بذاریم خب سوالام فارسی هست و من جواب رو تو اینترنت هم نگاه کردم و میتونیم ببینیم که عملکردشون توی سرعت و توی دقت چطور خواهد بود خب همونطور که میبینین من هر ستا رو باز کردم و برای اینکه از هوش مصنوعی جمنای در واقع اون مدل ریزنینگ یا تینکینگش رو استفاده کنید باید بیاید بالا و گزینه فلش تینکینگ اکسپریمنتال رو بزنید میبینید که انتخاب شده اینجا هم توی چت جی پی تی کافیه گزینه ریزن رو روشن کنید و توی گراک هم همین گزینه چراغ رو که بزنید در واقع وارد بحث ریزنینگش میشه خب اولین سوالی که میخوام از هر تا اینا بپرسم اینه که بگم توی این چند کلمه چند تا حرف آر وجود داره من از اینجا شروع میکنم و کلیک میکنم و با هم دیگه در واقع ریل تایم میبینیم که عمل کردشون چجوری است خب دیدید که جمنای خیلی سری خیلی سری واقعا جواب رو به ما داد جواب رو هم درست داد چون چهار تا حرف آر وجود داره بعدش توی هشت ثانیه اومد و چت جواب رو داد و میبینید که گراک بعد از 18 ثانیه جواب رو به ما داده و این هم روند فکر کردنشه و در نهایت اومد و درست جواب رو به ما داد پس عمل کرد رو توی همچین سوال ساده ای تا اینجا میبینیم که جمنای چقدر سریع و درست عمل کرد حالا بیم همون سوال رو به فارسی بهش بدیم و ببینیم با کرکترهای فارسی اینها چطوری عمل میکنن خب من سوال رو در هر سطح اینا در واقع پیست کردم و این بار از گراک شروع کنیم و ببینیم که عمل کرد چجوری هست هر تا دارن کار میکنن در صورتی که نه تموم شده خیلی سریع دوباره عمل کردش خیلی سریع بود و حرف نون دو وجود داشته در این کلمه دو بار بعدش چت جی پی تی عمل کرده خوبی داشت و در رتبه دوم قرار گرفت ولی میبینید که گراک هنوز داره کار میکنه و بعد از 25 ثانیه جواب ما رو داد پاسخ نهایی دو جواب رو داد ولی خب سرعتش خیلی به مراتب پایین تر از دو مورد قبلی بود همونطور که دیدید جمنای عملا بلافاصله فاصله جواب ما رو داد چرچه بیتی پنج ثانیه و گراک 25 و ثانیه زمان برد تا یه همچین سوال ساده ای رو به ما جواب بده سوال بعدی که این هم یه سوال خیلی تیپیکال هست که معمولا برای هوش مصنوعی ها استفاده میشه و اونم اینه که آیا 9 ممیز 11 بزرگتره یا نه ممیز نه دوباره من اینها رو ران میکنم و جمنای این بار هنوز داره فکر میکنه نه جواب رو به ما داد و نه و بزرگتره که خب درست هم جواب داده دو مورد دیگه هنوز دارن کار میکنن خب همونطوری هم که انتظار میرفت چه جی پی تی رتبه دوم رو به دست آورد و جواب رو هم درست به ما داد اما گراک هنوز داره فکر میکنه و جوابی ما نمیده این بار هم 25 ثانیه طول کشید تا جواب رو به ما بده ولی خب میبینید که 25 ثانیه تینکینگش تموم میشه و جواب رو طول میکشه تا هنوز بهمون به بده ولی جواب رو درست داد در نهایت پس اینجا هم میبینید که گراک عمل کردش بهتر از چت جی و جمینای نبوده و نکته که برای من جالبه اینه که با وجود این که ایلان ماسک خیلی سرصدا کرد ولی میبینید که جمینای که خیلی هم بی صدا اتفاقا جلو میره خیلی عمل کرده سریتر و بهتری داره چون جوابها رو هم درست میده سرعتش هم خیلی بهتره و چت جی هم که حالا اون وسط داره کار خودش انجام میده بریم سوال بعدی رو بپرسیم سوال بعدی هم باز جز اون سوالایی که خیلی از افراد برای تست هوش مصنوعی استفاده میکنن اما معمولا اونها انگلیسیش رو استفاده میکنن من گفتم فارسی بنویسیم و ببینیم آیا متوجه این سوال میشه و میتونه جواب رو به ما بده یا نه خب حالا من اینها رو هم دوباره ران میکنم و ببینیم که چه اتفاقی میفته جمنای جوابش تموم شد و نتیجه گیریم که تخم مرغ از نظر تکاملی مقدم بر مرغ است و درست جوابی که ما مورد نظرمون هست هم همینه و خب عملکردش سریعتر بود 17 ثانیه طول کشید برای چت جی پی تی که توی رتبه دوم دو هست و تخم مرغ به عنوان وسیله انتقال خب این هم جواب رو درست داده و گفته تخم مرغ مقدم تر هست از مرغ و بعد از 32 ثانیه میبینید که اینجا هم گراک عملکردش درست بود تخم ولی خیلی کنتر از دو مدل قبلی عمل کرد بریم سراغ سال بعدی. خب این سوال در واقع سوال کنکور هست سال استعداد تحصیلی کنکور یه متنه که باید متن رو بخونه متوجه بشه استدلال کنه و بر اساس استدلالی که میکنه جواب درست رو از توی چهار گزینه موجود انتخاب کنه حالا من اینها رو ران میکنم و ببینیم که چطور هست میبینید که داره تفکرش رو انجام میده متنی که مینویسه انگلیسیه ولی فارسی رو کامل درک میکنه و در نهایت جوابها رو به ما میده ببینیم در نتیجه در حالی که مورد چهار نیست تا حدی قابل استنباط است مورد سه کیفیت بالای تفکر در افراد به دلیل تفکر انتقادی بهترین و مساوی ترین از پاراگراف یک است خب پس این گزینه سه رو انتخاب کرده چت جی پی دی گزینه چهار رو انتخاب کرده و 26 ثانیه زمان برده که جواب ما رو بده پس اینجا میبینید که عمل کرده گراک بهتر از عمل کرده چرچپیتی بوده چون توی 19 ثانیه فکرش رو انجام داده و گزینه چهار رو انتخاب کرده پس میبینید که جمنای نزدیک شده ولی در نهایت گزینه سه رو انتخاب کرده ولی این دو مورد هر دوتاشون گراک و چچپیتی گزینه 4 رو انتخاب کردن و جواب صحیح هم در مورد این تکسی که من بهش دادم گزینه 4 بوده خب سوال بعدی که ازش میپرسیم هم باز همونطور که بهتون گفتم مربوط به استعداد تحصیلیه و سوال جالبیه تعداد سیب قرار است به تصاوی بین تعدادی کودک تقسیم شود میدانیم اگر یک کودک کم شود به هر کدام از کودکان دیگر یک سیب بیشتر میرسد ولی اگر دو کودک اضافه شود به هر کودک یک سیب کمتر میرسد. تعداد سیب ها کدام است؟ حالا باید ببینیم که اینا میتونن جواب رو به ما بدن و عملکردشون از نظر سرعت و دقت پاسخ چطور خواهد بود. خب جنای جوابش تموم شده. گزینه الف پاسخ صحیح در واقع انتخاب شده و اگر همین جواب رو ما در نظر بگیریم میبینید که درست جواب داده بنابراین تعداد سیپا برابر 12 است که مطابق با گزینه الف میباشد و عملکرد گراک رو هم دیدید 21 ثانیه طول کشیده و ببینیم که در نهایت پاسخ دوازده است پس هر صدا تونستن این رو جواب بدن و باز دیدید که جمینای عملکردش خیلی بهتر از حداقل سریعتر از دو مورد دیگه است چون هر تونستن که جواب رو بدن و جواب درست رو بدن ولی سرعتشون با هم دیگه فرق میکن و حالا دوباره به عنوان آخرین سوال تو این ویدیو ازشون میپرسم که حالا با توجه به این سوال گزینه صحیح کدومه من اینجا رو براتون نگه میدارم میتونید پاس کنید اگر دوست دارید سوال رو بخونید ولی سوال مربوط به آزمون استعداد تحصیلی دکترای سال 1403 هست اونجا هم میتونید پیداش کنید و حالا ما بیایم بریم اینها رو ران کنیم و ببینیم که چطور میشه جواب ها و چقدر طول میکشه که جواب رو به ما بدن خب ببینید که اینجا داره کار میکنه چت جی پی تی داره کار میکنه اینا همشون دارن فعلا محاسبه میکنن ببینیم که کدوم جواب رو میده اینجا ظاهرا یک کمی گیر کردن و سرعتشون خیلی کنتر شد نسبت به موارد قبلی و برام جالبه که همچین اتفاقی افتاد حالا ببینید که جمنای زودتر از بقیه جواب رو به ما داد بعدش گراک بود که با 50 ثانیه در واقع جواب رو داده و در نهاد و 56 ثانیه چت جی پی تی جواب رو به ما داده اما بیایید ببینیم که گزینه صحیح یک فرش نه متری کرم گزینه نه متری کرم و گزینه گراک هم پاسخ نه متری کرم و هر ستا تونستن این سوال رو درست جواب بدن و گزینه نه متری کرم پاسخ صحیح ما بوده پس عملکرد هر سه تا مدل رو در واقع توی سوالایی که ازش پرسیدیم دیدید و واقعا به این نتیجه میتونیم برسیم که جمینای عملکردش عالی هست و چه به لحاظ دقت چه به لحاظ سرعت خیلی عملکرد عالی داره در مقایسه با چت و گراد اوکی یه دونه سوال رو خیلی نزدیک جواب داد اشتباه جواب داد ولی گزینه صحیح رو هم بهش اشاره کرده بود ولی اگر مجموعاً حساب کنیم و بیایم با هم دیگه سرعت پاسخشون و دقتشون رو بررسی کنیم میبینیم که جمنای خیلی عالی خیلی عالی عمل کردش بود و حالا بعدش چت و گراک و متاسفانه نتونستیم دیپسیک رو اینجا بیاریم ولی توی همون چند تا تستی که من توی ویدیو قبلیش انجام دادم که متاسفانه نتونستیم ران کنیم دیپسیک هم عمل کردش خیلی کند بود و در مقایسه با چت و جمنای در تمام سوالی که ازش پرسیدم آخر بود و خیلی عملکرد خوبی نداشت خب امیدوارم این ویدیو براتون جذاب بوده باشه خواستم بهتون نشون بدم که کدوم یکی از این مدل ها میتونه سرعت بهتری داشته باشه دقت بهتری داشته باشه و در چه حدی از سوالات میتونیم از اینها انتظار داشته باشیم میشد سوالات پیچیده تر هم ازشون پرسید و من احساس میکنم درست جواب بدن سوالات فارسی ازشون پرسیدم که خب در حد دکترا هست و اگر کسی بخواد وارد سطح دکترا بشه توی ایران باید به این سوالات جواب درست بده و دیدید که اینها تونستن به اینها به همه موارد جواب درست بدن اگر این ویدئو رو دوست داشتید لطفا حتما ویدئو رو لایک کنید و لایک های شما خیلی کمک میکنه به پیشرفت کانال و اینکه من بتونم های بیشتری براتون بذارم ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار